برنامه جهانی غذا از شش برابر شدن نیازمندان کمک های بشری در افغانستان سخت نگران است. ارزیابی تازه برنامه جهانی غذا نشان می دهد که شمار نیازمندان کمک های بشری در افغانستان به علت بیکاری و بحران اقتصادی شش برابر در مقایسه به سال پار افزایش یافته. همزمان امارات اسلامی تاکید می ورزد که کمک های تعهد شده جهان برای جلوگیری از بحران گرسنگی بسنده نیستند و برای بهبود شرایط زندگی شهروندان افغانستان باید پول منجمد شده این کشور آزاد شود. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که افغانستان با بحران فزایند گرسنگی روبرو است و اگر توجهی بی‌درنگ به آن نشود، فاجعه بشری در این کشور رخ خواهد داد. ارزیابی تازه این برنامه نشان می‌دهد که 23 میلیون شهروند افغانستان از قحطی رنج می‌برند. در سال 2022 میلادی تلاش داریم که به 23 میلیون نیازمنده که با قحطی روبرو اند رسیدگی کنیم. فقر و تنگ دستی بر زندگی کودکان در کشور نیز سایه افگنده است. عمر 12 ساله حافظ قرآن و اول نمره عمومی مکتب است. نان خانه را خودم پیدا می کنم، روز 1.5 ساعت صد رو پیدا قدر می کنم، نمی فهمیده گاز و خرم چی بگیرم، پیسه هم برآوردی نمی کنم، میرم در سرای شما نانای با سیر دانی پنج پنج پای شش رو با می خرم. بهار مادر عمر که از بیماری تنفسی رنج می برد، به سختی حرف می زند. این مادر با چشمان پر از اشک می گوید که فرزندانش گرسنه می خوابند. زندگی زیدم داخل خانه تیر می کنیم، به خدای خود فریاد می کشیم. تا خداوند صدای ما رو بشنود. یا مرجو دارن که مکتب بخورن، کورس برن. نان خوردن نداریم، نداشتیم هم دیگه. یک بسیاری روزا شده که به گشنگی خواه کردیم. امارت اسلامی کمک های فراهم شده جهانی را برای جلوگیری از بحران بشری بسنده نمی داند. از منابع داخلی کشور خود نیز استفاده میشه در بعضی از مواردی که نیاز برش دیده شوه. ما در ذخایر استراتژیک کشور که در تمام ولایت‌ها وجود دارد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که زمستان کنونی بحران بشری را در افغانستان پیچیده تر کرده است. این سازمان برای کمک‌های بشری و جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد افغانستان نزدیک به 12 میلیارد دلار کمک درخواست کرده است. آقای صمد کارمند آگاه مسائل سیاسی برای بحث بیشتر با ما وصل هستند. که آقای کارمند را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای کارمند، بحران و فاجعه به وضعیت فعلی افغانستان گفته میشه نمیشه؟ درود و احترام خدمت شما، خدمت بینندگان تلو نیوز. من فکر میکنم که ما واقعا در یک مرحله بسیار اساس قرار داریم. بحران انسانی افغانستان فرا گرفته و این بحران انسانی که متاسفانه امروز در کشور ما جریان داره ناشی از سیاست‌های غلطی هست که در 20 سال گذشته در افغانستان وجود داشته. بین یک مقدار واقعی می باشیم که چرا ما در این بحران قرار داریم. به نظر من سه فاکتور یا سه مسئله عمده در اینجا نقش بسیار اساسی داشت. یکی که 20 سال گذشته دولتی در افغانستان وجود داشت که پایه و اساس از او فساد بود، رشوت بود و پول جامعه جهانی، پول کمک هایی برای مردم افغانستان آمد در جیب یک تعداد افراد افتید که اونا منفعت جو بودن، قومگرا بودن و سیاست های تک گروهی خود عملی میکردن. بالاخره اینا تانستن با این پولها تا از افغانستان فرار بکنن و افغانستان در فقر و گرسنگی بگذارن و یک تهداب اساسی بر افغانستان گذاشته نشه. بخش دیگه که در 20 سال گذشته متاسفانه نگذاشت که ما برای رفاه اقتصادی برسیم، جنگی بود که در افغانستان ادامه داشت و این جنگ نیابتی بود که یکی از محورهای اساسی جنگ طالبا بود که اینا جنگ انتحار انفجار پیش بردن تا اینکه از زور نیزه و از زور جنگ به قدرت رسیدن و امروز هیچ نوع برنامه و پروگرامی ندارند. بخش سیمی که افغانستان متاسفانه در این بدبختی انداخت، همین جامعه جهانی در رأس آمریکا بود. اینا پول فراوان به نام کمک به افغانستان آوردن ولی متاسفانه این پول در اختیار افراد اشخاص و سیاستمدارای قرار دادند که اونها در جیب خود انداختن و منفعت به افغانستان نآوردن. در اینجا دو مسئله بسیار مهم است. یکی مواد مخدره که متاسفانه در این مدت رشد کرد و این مواد مخدره منفعت کلان برای غرب و برای آمریکا و برای اینا برد و دومی که شما میفهمید که جنگی که در افغانستان وجود داشت، شما بخواهید نخواهید سلاحی که در اوج استفاده میشد بازار کمپانی های سلاح را رنگ رونق بخشید و جنگ در افغانستان پیش رفت. من فکر میکنم که دلایل همه باعث شد که ما در مرحله قرار گرفتیم که امروز فاجعه بزرگ انسانی که عبارت از گرسنگی از افغانستان تهدید میکنه. شما متوجه از یک رقم شوید که اخیرا دفتر هماهنگی امور
بشردوستان ملل متحد گزارش میده که در افغانستان نیم از جمعیت افغانستان یعنی بیشتر از 22 میلیون نفوس افغانستان که در گرسنگی به سر میبرند و این خودش یک فاجعه بزرگ است که در افغانستان پیش رو هست و حتی رقم دیگه که بیان شده در سپتامبر سال گذشته ما 72% فقر در افغانستان داشتیم. خب شما آقای کارمند شما با سه بخش تقسیم کردین دلایل بحران در افغانستان را، مقامات حکومت پیشین، بخشم به امارات اسلامی را دادین و جامعه جهانی. پس در شرایط فعلی کدام طرف بیشتر مسئولیت دارد تا حداقل رسیدگی بکنه به وضعیت؟ ببینین ما پیش از اینکه کدام طرف مسئولیت داره، یک چیز خدمت شما عرض میکنیم که ما پس از 15 آگوست 2021 در کجا هستیم. چرا ما بعد از اون ما فعلا به این بحران مواجه شدیم که اینها رقم میتن که 6 برابر شده فقر در افغانستان یا گرسنگی. اولی که جامعه جهانی نیروهای خارجی که از افغانستان اینا بیرون شدن و تمام کمک‌های خود اینا قطع کردن. دومی که فرار سرمایه از افغانستان در طول سال 2021 اگر ما فقط یک مثال بدیم 1400 سرمایه گذار ما که بیش از 2 میلیارد پول در اختیارشان بود اینا به ترکیه فرار کردن و سرمایه گذاری خود اونجا انتقال دادن. ذخایر ارضی افغانستان مسدود هست. بهای نفت، بهای مواد غذایی بلند رفت. پایین آمدن ارزش پول افغانی در افغانستان و بالاخره بیکاری و فقر همش زمینه به این شد و بالاخره خوشحالی همچنان و جنجال های دیگه که عبارت از هویت عدم هویت سیاسی این حاکمیت بشه یکی پای دیگه ما را کمک کرد به این که ما فعلا به بحران هستیم. من فکر میکنم در اینجا ما دو طرف قضیه را باید ببینیم. هم حکومتی که در افغانستان وجود داره مقصر هست، مسئول است، جوابدهی هست و هم جامعه جهانی که تعهداتی که برای مردم افغانستان کرده بودند و اون تعهدات غلط عملی کردند مکلفیت دارند. ما تاکید ما این است که بحران کلان اساسی افغانستان بحران سیاسی هست. تا زمانی که ما بحران سیاسی را راه حل برش پیدا نکنیم و یک مشروعیت برای نظام و برای حکومت طالبان پیدا نشه که حکومت مشروعیت داخلی و خارجی هست به هیچ صورت ما نمیتونیم بحران اقتصادی رو در افغانستان ما زیر کنترل داشته باشیم و افغانستان و مردم افغانستان از فقر و گرسنگی نجات بدیم. پس پیش از شما هم برنامه داشتیم در مورد این موضوعی که شما اشاره کردین بس کردیم. خب پیوند دادن مسائل اقتصادی را به مسائل سیاسی، با این واسه مسئولیت زیاد کنترل وضعیت اقتصادی افغانستان میشه به دوش جامعه جهانی باشد، چون تا زمانی که به گفته شما مشروعیت حاصل نشه امارات اسلامی دستش بسته است، نیست؟ بدون شک هر دو طرف مکلفیت داره. ما که مشروعیت سیاسی میگم یا حل مشکل سیاسی افغانستان، حال توپ در میدان طالبا قرار داره. طالبا مسئولیت رهبری اینمی افغانستان فعلا به عهده گرفتن. ای که با جنگ، با توفیه که امریکایی ها برشان دادن به قدرت رسیدن، ای که دلایل مختلف وجود داره ما سرش به قدر کافی بحث کردیم، ولی طالبا باید کوشش بکنند که مشکل سیاسی اینمی حکومت حل بکنند که او عبارت از مشروعیت داخلی و خارجی هست. فهرست از این بسیار ساده هست، هر کدام ما شما میفهمیم که حکومت فراگیر، حقوق مردم یا حقوق زنان باید تامین شود، دخترها و زنان به مکتب برند و بس موارد دیگه که فهرست شده. و طرف دیگه جامعه جهانی است. جامعه جهانی یک چیز باید بفهمند که اونا در 20 سال افغانستان با میلیاردها دلار وارد افغانستان شدن که ما در اینجا حکومت داری میکنیم، در اینجا عدالت میریم، در اینجا دموکراسی میریم، در اینجا قانونیت میریم، ولی متاسفانه که ایره ناوردن و بالاخره جامعه جهانی یک جا با رئیس جمهور فراری فرار کردن رفتن. حالا اونا مکلفیت دارن بر مقابل مردم افغانستان که همین جنگ نیابتی و جنگ لاندشته که در افغانستان وجود داشت و منفعت بیشتر اونها بردن، اونا باید مردم افغانستان کمک بکنن. من فکر میکنم تعامل در اینجا ای است که از یک طرف ما مردم افغانستان باید بیدار و هوشیار شویم، گام بگذاریم به طرف از این که سیاست درست بکنیم که بتانیم مردم با خود داشته باشیم و از طرف دیگه جامعه جهانی مسئولیت انسانیشان هست که تعهداتی که برای مردم افغانستان داده بودن و امروز شما میفهمید 97% مردم افغانستان زیر فقر هستند. شما ایره اگر در زمستانی که هنوز جریان داره ببینین و میلیون ها کودک در حالت مرگ قرار دارن، اگر این فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان رخ بده پاسخگویش کی است؟ پاسخگویش امونایی هستند که در 20 سال گذشته در افغانستان سیاست کردند، غلط سیاست کردند و پاسخگو همین جامعه جهانی و امریکا هست که متاسفانه یک
نظامی را در افغانستان حاکم ساخت که وضعیت مدعی حالت است و خودشان ما را تنها گذاشتند و از دور با فرمانهای مختلف میخواهند ما را کمک بکنند. با فرمان نمیشه. خب شنیدم آقای کارمند که فلان کشور به این اندازه کمک تعهد کرد یا فلان کشور به این اندازه کمک به مردم افغانستان فرستاده. کمک های جامعه جهانی از کشورهای مختلف شما چطور میبینین؟ آیا واقعا بسنده بوده؟ نیاز است بیشتر کمک شود؟ خب ببینین، ما پیش از این پاسخ شما میخواییم برای جامعه جهانی خطاب بکنیم که شما افغانستان از دیدگاه یک گروه که امروز در قدرت است که طالبا هست نبینین. این بارها گفتیم که طالبا افغانستان نیست و افغانستان طالب نیست. ما در اینجا یک مردمی را داریم که متاسفانه در گرسنگی هستند. آنچه که جامعه جهانی هنوز تعهد کرده و عملی کرده، قرار اطلاعات، این پول و کمک هایم که به افغانستان رسیده به مستقیم نرسیده، بازم خورد و برد در اینجا و اونجا به ظاهر میشه و مردم شاهد ازی هستند. برای مردم خب خورد و برد از طرف کی؟ خود از اینا مگر مستقیم توزیع نمیکنن، حتی میگن که کمکان نباید در دسترس امارت اسلامی قرار بگیره. خب شما یک چیز متوجه باشین که ما افغانستان وقتی که در 20 سال گذشته از فساد، از رشوت، از معامله صحبت میکنیم، تنها سیاسیون در اینجا شریک نبودن. متاسفانه قدم های پایین از رهبری تا پایین در این مرض شریک بودن و این مرض هنوز وجود داره. افغانستان در فساد مالی بزرگ غرق است هنوز و اینمی مردمی که دیروز دمی حاکمیت بودن، کل از نخ حاکمیت ترک نکردن، نرفتن. یک بخش دمی نظام دمی جه هستن و از طرف طالبا کمدن. اینا تخصص ندارن، اینا برنامه ندارن برای حل مشکل اقتصادی افغانستان. به این خاطر است که اینمی کمکایی که میرسه، این کمک ها همچنان از یک طرف کافی نیست، از طرف دیگه برای مستقیم نمیرسه. شما در گزارشتان شما دیدین که یک خانم صحبت کرد، یک کودک صحبت کرد. شما دیدین که یک کودک زیر سن ده که باید مکتب بره و باید آموزش ببینه، ولی او جستجو میکنه که چطور پدر خودم، مادر خودم، خانواده خودم کمک بکنه. خب این بار دوم بود که شما انتقاد کردین که امارت اسلامی برنامه نداره. خب اتفاقا امروز هم نشست داشت امارت اسلامی، در او گفته شد که فساد ریشه‌کن شده، تلاش ها برای خودبسندگی اقتصادی جریان داره. خب بعضن نمونه هم آوردن. فکر نمیکنین اقدامات بودت در این مدت کوتاهی که امارت اسلامی روی کار آمده؟ خب اینا میگن که اقدامات بوده، ولی این اقدامات هنوز ناکافی هست. شما در قدم نخست همه میفهمیم که یک حکومت، یک نظام، یک برنامه، یک پروگرام می داشته باشه. ما تا اکنون در سر میز یک پروگرام، یک برنامه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از طالبان نداریم که در کدام مسیر میرن. نظام دولتداری به کدام طرف میرن؟ صمد کارمند، آگاه مسائل سیاسی، تشکر از حضورتان در محور. دوستا ادامه برنامه. وزارت صحت عامه از افزایش مبتلایان بیماری سرطان در کشور نگران است. مسئولان این وزارت گفتند که همساله از 16 تا 20 هزار تن در نتیجه بیماری های گوناگون سرطانی در کشور جانشان را از دست می دهند. آنان گفتند که برای پیشگیری و درمان بیماری های سرطانی در کشور، وزارت صحت عامه در همکاری با سازمان جهانی بهداشت مرکزهای تشخیص و درمان این بیماری ها را در چندین ولایت ایجاد خواهد کرد. چهارم ماه فوریه روز جهانی آگاهی دهی درباره سرطان است. وزارت صحت عامه در مراسم در این باره از افزایش مبتلایان بیماری های سرطانی در کشور ابراز نگرانی می کند. آمارهای این وزارت نشان می دهند که حالا هر سال از 16 تا 20 هزار تن در نتیجه چنین بیماری ها در کشور جانهایشان را از دست می دهند. در افغانستان هم سالانه در حدود 40 هزار نفر به سرطان مبتلا می گردند که از آن جمله در حدود 16 الی 20 هزار مریضان زندگی خود را از دست می دهند. مسئولان کنونی وزارت صحت عامه از آنچه که بی‌پروایی مسئولان حکومت پیشین در بهبود نظام بهداشتی کشور می گویند انتقاد دارند. مالی سرچینو دی نشتون و دی تیری اداره دی بی‌پروایی لکبلا و دی برخه که کم خاص کار نده شوی، نه پو وقایوی برخه که کم خاص کار شویده او نه هم په معالجوی برخه کې. هم اکنون سه مرکز تشخیص و درمان بیماری های سرطانی در کابل، کندهار و هرات فعالند و وزارت صحت عامه می گوید که چنین مرکزها در ولایت های دیگر نیز گشایش خواهند یافت. په حوزوی روغتونونو کې د انکالوجی واردونو جوړول، په حوزوی روغتونونو کې د پاتولوژي مرکزونو فعالول،
په زونونو کې د سرطان ارقامو ثبتولو د سیستم رامنځته کول، سرطان ملي انسټیټیوټ جوړول چې دا د جلال پاب وزیر صاحب خاص ارمانم دی او د سیاسي پښتوانه هم لرو. آمارهای رسمی نشان می دهند که 44 میلیون تن در سراسر جهان همساله به بیماری های سرطانی گرفتار می شوند و از این میان تا 10 میلیون تن جانهایشان را از دست می دهند. 5 تن از پیلوتان نیروهای هوایی به کشور برگشتند. وزارت دفاع ملی گفته که این پیلوتان پس از سقوط حکومت پیشین به بیرون از کشور رفته بودند، اما تازه به کشور برگشته و کارهایشان را از سر گرفتند. این وزارت اطمینان می دهد که برای جذب کادرهای حرفه‌ای حکومت گذشته در بخش‌های گوناگون حکومت تازه تلاش‌های ادامه دارد. با از هم پاشی نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین، بیشتر کادرهای این نیروها و کشورهای دیگر پناهنده شدند. اما 6 ماه پس وزارت دفاع اعلام کرده است که 5 تن از پیلوتان نیروهای هوایی کشور به کشور برگشتند. 5 تن از پیلوت‌های هوایی که بر اساس تبلیغات به کشورهای دیگر متوارد شده بودند، به صدای خیرخواهانه رهبری وزارت دفاع ملی لبیک نموده و به کشور خود برگشتند. روشن است که این پیلوتان از کدام جا به کشور برگشتند، اما بیشتر آنان به تاجیکستان، ازبکستان، امارات متحده عربی و ایالات متحده پناهنده شدند. باز هم بالای اشخاصی که هنوز هم در کشورهای دیگر به سر میبرند و شکار تبلیغات دشمن خوردن صدا میزنیم برگردند به کشور خود، در راستای آبادی این کشور، در راستای خدمت رسانی به این مردم سهیم شوند، چون مردم ما از هر وقت این زمان بیشتر به خدمت نیاز دارد. انس حقانی عضو ارشد حکومت سرپرست هم در تویتی از آمدن دوباره این پیلوتان به کشور استقبال می کند و می گوید که افغانستان در مقایسه به هر زمان دیگر به چنین کادرها نیاز دارد. افغانستان با دکتر، انجینر، پیلوت، معلم و همه اقشار بخصوص روشن فکر و متخصص ضرورت دارد. حق کدرونه چین د افغانستان وتلی دی او غوی غواړي دوباره افغانستان ته راسي او افغانستان ولسته مزدار د خدمت شي، د هغو لپاره باید تاسو یو مشخص پروګرام جوړ کړئ. پیش از این نیز گزارش های پخش شدند که حدود 140 پیلوت و خدمه هواپیما نزدیک با 40 هواپیمای نظامی به تاجیکستان پناه بردند، اما بسیاری از آنان به ایالات متحده پناهنده شدند. ریاست استخبارات ننگرهار از تسلیم شدن 50 عضو شاخه خراسان داعش خبر می دهد. مسئولان این ریاست گفتند که این جنگجویان در نتیجه تلاش نیروهای استخبارات و همکاری بزرگان اقوام از مقابله با امارات اسلامی دست کشیدند. در این حال رئیس استخبارات ننگرهار گفته که مردان تسلیم شده از فرمان عفو عمومی امیرالمؤمنین به گونه مشروط بهره‌مند خوان شد. اینان مردانی هستند که خودشان را افراد وابسته به گروه داعش می دانند و به تازگی خودشان را به نیروهای استخبارات ننگرهار سپردند. رئیس استخبارات ننگرهار می گوید که این مردان در نتیجه سعی و تلاش نیروهای استخبارات جنگ افزارهایشان را به زمین گذاشتند. در هغه کسان چې د خوارج په لیکو کې فعالیت کولو په مختلف او دغه ننګرهار ولایت او بلکې د افغانستان امنیتي غواخلو هغه د خپل تیرو کړنو څخه خلاص تاغست دي او راغلي دي تقریبا تعداد 50 کسان دي. در همین حال بزرگان اقوام هشدار میدهند کسانی که به گروه داعش میروند خانه هایشان سوختانده خواهد شد. دغه خلق په خپل کړنو باندې پیمانه دي او زمونږ د سپینګیرو په واسطه باندې دغه تمن راوړل او موږ ته وای چې ان شاء الله تعالی چې بیا به موږ نه کمی غلطی نه کیږي او په خپل غلطو باندې ته خپل خپل پیمانی خود پلس ور سره جرم تاکل چار چا دا کار وکړه کړه به دې ځنه باری ورکیږي به نو ور سره مله سو کین ور سره ځوان دا کین ور سره ناست کین ور سره خپل وی کین ور سره پاسته لري. از سوی دیگر این مردان میگویند که آنان در 8 ولسوالی ننگرهار در برابر امارت اسلامی جنگیدند. موږ په خیمانه دو دوی کور ودان دوی سره دی الله خو کی اسلامی نظام راغې موږ د اسلامی نظام تر شا ولاړیو او ملاتړیو په هر وخت کې ملاتړیو کوم کړنې چې نه شوې دی په خیمانه او اسلامی امارت ته او دوی په واسطه باندې موږ درالو تسلیمی مرکړه دوی له مننه موږ دوی هر وقت تایید کوونکی وو. آمارهای ریاست استخبارات ننگرهار نشان می‌دهند که در بیشتر از 5 ماه اخیر بیش از 500 تن از افراد وابسته به گروه داعش خودشان را با استخبارات این ولایت سپردند.
سفارت ایران در کابل صدور ویزا به شرکت‌های گردشگری را بررسی می‌کند. این سفارت اعلام کرده که در حال بررسی صدور ویزاهای ایران به شرکت‌های گردشگری افغانستان است، اما تا کنون تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده. با افزایش بیکاری و فقر، تقاضا برای دریافت ویزاهای کشورهای همسایه نیز در ماه‌های پسین افزایش یافته. روزانه شمار بزرگی از شهروندان کشور برای دریافت ویزاهای ایران در پشت سفارت این کشور در کابل و قنسلگری های آن در ولایت ها این گونه صف می بندند. برخی ها روزها و حتی هفته ها انتظار می کشند، اما گرفتن ویزا برایشان آسان نیست. وقتی که تو بیمه را پیش از پیش می خری، پول بیمه را دوباره برات نمیدن. یعنی حداقل باید یک معدود پیسی بسیار کمی باید ازش بگیره، حداقل پیسی مون فرم خود بگیره. تا دری بجید شپیر اغلی اما او تا دوست پوری کار نکیجه لاش تو دلتا بیا یو دم و یو لاش تا دقیق بیمه تاویل که بیا دری ورزی پا دا بیمه پر سر بندی تاکه. اما همزمان با تقاضای رو به افزایش ویزه های ایران، سفارت این کشور در کابل اعلام کرده است که بررسی روند واگذاری دوباره ویزه ها را به شرکت های گردشگری افغانستان آغاز کرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد صدور روادید جهانگردی ایران همچون روال گذشته توسط بخش کنسولی انجام می‌گردد. روند واسپاری صدور روادید جهانگردی به شرکت‌های سیاحتی افغان تحت بررسی است و متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. بسیار گپ نیک میشه، بسیار گپ خوب میشه. امکانات ترابل اجنسی این امکانات داره، به خاطر که او امکانات این برنامه را دارن، هر چقدر که نفوذ باشه و کنترل شه کردن میتونن. هر هغه کار چې افغانانو ته پاغي کې سهولت برابرېږي، اسانتیا رامنځته کېږي، موږ د هغه کار تایید کوو. البته کوم کارونه چې فساد ته لار خلاصه او د افغانانو په حقوقو باندې په هغې کې تجارت کېږي، نو موږ بیا د هغې خلاف یو. ایران نه تنها مقصد اصلی برای کاروبار هزاران شهروند افغانستان است، بل این کشور گذرگاه کسان است که می‌خواهند به ترکیه و سپس کشورهای مرفه اروپایی پناهنده شوند. برنامه جهانی غذا از شش برابر شدن نیازمندان کمک‌های بشری در افغانستان سخت نگران است. ارزیابی تازه برنامه جهانی غذا نشان می‌دهد که شمار نیازمندان کمک‌های بشری در افغانستان به علت بیکاری و بحران اقتصادی شش برابر در مقایسه با سال پار افزایش یافته. همزمان امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که کمک‌های تعهد شده جهان برای جلوگیری از بحران گرسنگی بسنده نیستند و برای بهبود شرایط زندگی شهروندان افغانستان باید پول منجمد شده این کشور آزاد شود. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که افغانستان با بحران فزایند گرسنگی روبرو است و اگر توجهی بی‌درنگ به آن نشود، فاجعه بشری در این کشور رخ خواهد داد. ارزیابی تازه این برنامه نشان می‌دهد که 23 میلیون شهروند افغانستان از قحطی رنج می‌برند. در سال 2022 میلادی تلاش داریم که به 23 میلیون نیازمند که با قحطی روبرو اند رسیدگی کنیم. فقر و تنگدستی بر زندگی کودکان در کشور نیز سایه افگنده است. عمر 12 ساله حافظ قرآن و اول نمره عمومی مکتب است. نان خانه را خودم پیدا میکنم، روز 1.5 ساعت صد رو پیدا قدر میکنم، نمی فهمیده گاز بخرم چی بگیرم، پیسه هم برآوردی نمیکنم، میرم دسرای شامل نانای با سیر دانه پنج پنج رو پایش اش رو با میخرم. بهارم مادر عمر که از بیماری تنفسی رنج میبرد به سختی حرف میزند. این مادر با چشمان پر از اشک میگوید که فرزندانش گرسنه میخوابند. زندگی زیدم داخل خانه تیر میکنیم، به خدای خود فریاد میکشیم تا خداوند صدای ما رو بشنود. یه آرزو دارن که مکتب بخورن، کورس برن. نان خوردن نداریم، نداشتیم هم دیگه. بسیاری روزا شده که به گشنگی خواه کردیم. امارت اسلامی کمک های فراهم شده جهانی را برای جلوگیری از بحران بشری بسنده نمی داند. از منابع داخلی کشور خود نیز استفاده میشه در بعضی از مواردی که نیاز برش دیده شوه. ما در ذخایر استراتژیک کشور که در تمام ولایت‌ها وجود دارد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که زمستان کنونی بحران بشری را در افغانستان پیچیده تر کرده است. این سازمان برای کمک‌های بشری و جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد افغانستان نزدیک به 12 میلیارد دلار کمک درخواست کرده است.
مسئولان بهداشتی در هرات افزایش بیماری های سرطانی را در این ولایت نگران کننده می دانند. بر بنیاد آمارهای رسمی در دو سال گذشته بیش از 4500 بیمار سرطانی در هرات به مرکزهای بهداشتی مراجعه کردند. پزشکان نبوده امکانات درست درمان و دیر مراجعه کردن بیماران را از علت های اصلی افزایش جانباختگان بیماری های سرطانی در کشور می گویند. اینجا بخش درمان و مراقبت از بیماران سرطانی در هرات است. روزانه بیش از 20 بیمار سرطانی که بیشترشان کهنسالان هستند در اینجا شیمی درمانی می شوند. در این بخش جراحی و شیمی درمانی بیماران سرطانی ممکن است و بیمارانی که نیاز به درمان شعاعی داشته باشند ناگزیر به رفتن به بیرون از کشور هستند. آمار جهانی نشان می‌دهد که ما بیشترین مرگ و میر مریضان سرطانی در سطح جهان داریم. در دو سال گذشته بیش از 4500 بیمار سرطانی در ولایت هرات ثبت شدند. سرطان رو به افزایش است و ما روزانه از شروع که ما به یک نفر یا دو نفر مریض مراجعه می‌دهیم، حالا ما روزانه بین 30 تا 50 نفر تا روزانه تا 20 نفر ما مراجعه داره. مسئولان بهداشتی اینجا در مراسم گرامی داشت از روز جهانی سرطان نبود امکانات لازم در بخش درمان بیماران سرطان را در هرات از چالش‌های جدیشان می‌خوانند. به خاطر این که مریض‌ها زیاد است، ما یک چبرکت برای دو مریض اختصاص می‌دهیم. فلحاظا مشکلات هایی هم در این راستا وجود دارند. کمبود امکانات، کمبود وسایل تشخیصی. مرکز مراجعه امراض سرطانی مراجعه کنند که در قسمت تداوی و وقایعی که لازم است برای از اونها آموزش داده شود و از اون مراقبت و جلوگیری شود. بیماری سرطان نسبت به کودکان و جوانان افراد میانسال و کهنسال را بیشتر مبتلا می سازد. ورزش کردن، استفاده از غذاهای متنوع به ویژه سبزیجات، خودداری از پرخوری و استفاده از غذاهای سرخ شده و آماده از جمله راه‌های جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری‌های سرطانی گفته می‌شوند. با این ترتیب رسیدیم به پایان محور. تا زود. بدرود.